همکارم بابک اسحاقی از جنوب اسرائیل مجددا با ما همراهست. بابک، از تو بشنویم جزئیات بیشتر رو در طول یک ساعت گذشته. هم اکنون از جایی که من بودم به سوی مرز با نوار غزه حرکت کردم و اکنون من در شهر اشکلون، یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت نزدیک به مرز با غزه هستم. برای اینکه به واقعیت هم در اینجا توجه کنیم، باید بدونیم که از لحظه ای که موشک از نوار غزه شلیک میشه تا وقتی که اینجا فرود بیاد تنها 20 ثانیه شهروندان مهلت دارن که بتونن خودشون را به پناهگاه برسونن و برای همین هستش که اکثریت شهروندانی که در اینجا زندگی میکنن در خانه ها و در کنار پناهگاهی که در خانه ها وجود داره به سر میبرن. در پشت من یکی از جاده های اصلی این شهر را میبینید که تنها گهگاهی از اون اتومبیل رد میشه و ما وقتی از خیابان های شهر اشکلون رد میشدیم تقریبا میشه گفت 90% از مغازه ها تعطیل و فروشگاه ها کار نمی کردن. از ساعتی پیش حدود 100 موشک از سوی نوار غزه به اسرائیل پرتاب شد. این واکنشی به حملات اسرائیل در 24 ساعت گذشته بود که در اون گفته شد که 19 فلسطینی کشته و 37 تن زخمی شدند. در بین اونها افراد عالی رتبه نظامی در سازمان جهاد اسلامی بودند که گفته شده که زنجیره پرتاب موشک به دست اونها بوده و برای این هم این امکان وجود داره که پرتاب موشک به سوی اسرائیل 24 ساعت به وقفه افتاد. حماس در بیانیه ای از این پرتاب موشک استقبال کرده و گفته که همه فلسطینیان با هم هستند، اما اسرائیل میگوید که هنوز سازمان حماس وارد این نظام نشده و موشکهایی که به اسرائیل پرتاب شده از طریق جهاد اسلامی بوده. اولین موشکها را حتی جهاد اسلامی به سوی مرکز اسرائیل، قلب تپنده کشور اسرائیل تل آویو پرتاب کرد تا از این راه به صورت سمبولیک نشان بده که چگونه میتواند از اسرائیل انتقام بگیرد. اسرائیل همچنان در همین ساعاتی که ما با هم صحبت میکنیم در حال حمله و بمباران مواضع جهاد اسلامی در داخل غزه هستش. ارتش اسرائیل تلاش میکنه که تاکید بکنه که در حال حاضر مواضعی که بمباران میشوند در داخل غزه مربوط به جهاد اسلامی هستند و مربوط به حماس نیستند. باید گفت که بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده در بیان از شهروندان خودشون که در اسرائیل به سر میبرن خواستن که مواظب باشن، در کنار پناهگاه ها باشن. به نظر میاد که این دور از نزاها چند روز به طول بیانجامه. البته پایان این نزا آنچنان معلوم نیست و بستگی به آنچه دارد که در این نزا، در این دور نزا اتفاق بیفتد. در هر حال مثل همیشه باز کشور مصر پادرمیانی کرده و به میانجیگری برای پایان نزاع پرداخته. آنچه که در حال حاضر بسیار بعید به نظر میاد که در روزها و در ساعات آینده به نتیجه برسه و همچنان نزاع ادامه داره. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی که از جنوب اسرائیل با ما همراه بودیم.